دوستان عزیز فیسبوکی من سلام عرض می کنم. دکتر ناناز پیرنیا هستم و امروز در مورد یکی از مهمترین مسائل، یعنی نحوهی که همه در خانواده عادت کردن که برای مسح کردن مشکلات داروهای شیمیایی بردارن صحبت میکنم، در مورد اثراتش، خطراتش و اینی که ما به جای اون چه کار میکنیم. یکی از مهمترین بحثاییه که من خیلی نگرانشم. سوزی خاتمی عزیزم سلام عرض میکنم. آمده؟ جان. پس ما دورو میریم اولین تست. آره دورو. اوکی ریدی تناز جانم، جات خالی بود با هم صحبت بکنیم. میس یو. با دکتر ناناز پیرنیا. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم و به اتفاق فرشاد بلندیان کارگردان اتاق فنی به شما سلام عرض می کنم. دوستان فیسبوکی، دوستانی که مرتب با من در تماس هستین، از تشویق شما، از مادر و پدرها و مادر بزرگها و پدر بزرگها تشکر می کنم که به عزیزان جوانترشون در رابطه با سرویس ما در مرکز مایند تراپی سنتر مرتب خبر میدن و من واقعا خوشحالم که بعد از حدود بیش از 35 سال کار روان درمانی، مشاوره زناشویی و خانواده و کار با کودکان و نوجوانان و بزرگسالان موفق شدم که کار مغز درمانی و نور درمانی رو به خاطر پیشرفت تکنولوژی به در واقع رشته منتال هلت برای سلامت روان و فکر و حرکت و رفتار و یادگیری و خواب و خوردن به شما معرفی بکنم. در واقع در مرکز مایند تراپی سنتر بجز روان درمانی و انجام انواع تست ها و بجز مسائلی که در رابطه با مشکلات زناشویی و خانواده و کودکان و نوجوانان و بزرگسالان پیش میاد و پلوی ما میاین، ما با کمک دکتر فانکشنال مدیسن و طب پیشگیریمون خانم دکتر کیت و چند عزیز دیگه امروز موفق شدیم که یک نگاه کامل و یک نگاه صحیح به نحوهی که سلول‌های مغز هر کدوم ما فعالیت می‌کنه و می‌تونیم به توازن برسونیم با شما کار می‌کنیم و امروز از طریق نوردرمانی مخصوص به نام نیورو رد لایت ما می‌تونیم علل این که سلول‌های بدن ما و تمام این فت و چربی که جمع میشه به خاطر تورم، به خاطر مشکلات دیابت یا مشکلات سایر مشکلات جسمی و در واقع مغزی با هم، رابطه کامل بین این رو ما امروز میتونیم تشخیص بدیم و بدون احتیاج به دارو درمانی یا حداقل قدم اول، به غیر از به این که ما مشکلی داشته باشیم، علائمی ببینیم و بعد دارو رو انتخاب بکنیم، علم نوروساینس، علم نورو انتگریشن تراپی و علم لایت تراپی به کمک ما امروز آمده تا برای تشخیص درست و پیشگیری از بیماری اول بیشتر و بهتر به خودمون برسیم. مرکز ما شمارش 310-286-14-80 هست و تلفن استودیو اگه عزیزانی دوست دارین به ما زنگ بزنین 323-512-72-64 هست. من روی وبسایت mindtherapycenter.com انفورمیشن رو مفصل گذاشتم، بهش سر بزنین و اگر خواستین با من ایمیلی بفرستین
nanaspirnia@yahoo.com یا روی یوتیوب با زدن دکتر ناناس پیرنیا میتونین بسیاری از برنامه ها رو دنبال بکنین. من فقط یادآوری میکنم برای دوستان قبل از اینکه در رابطه با خطرات دارو درمانی و مشکلاتی که امروز روی مغز و اعصاب و بدن میگذاره، من دلم میخواد با شما صحبت بکنم. فکر میکنم مهمترین موضوعیه که من الان باهاش در مرکزمون هر روز برخورد میکنم و هم تستمونیال هایی دارم براتون بذارم و هم درد دل هایی از آنچه که در این ماه در مرکز من به خاطر این دارو درمانی و استفاده از داروهای شدید روی بچه ها به خصوص و بزرگ ها دارم میبینم. من فقط یادتون میارم که این علم مغز درمانی حلقه گم شده کار روان درمانی هست و علم نور درمانی حلقه گم شده کار جسم سالم و فعال هستش. ما امروز برخلاف طب قدیم و علم قدیم منتال هلت میدونیم که سلول های مغز ما برخلاف آنچه که فکر میکردیم، امروز میدونیم که نوروپلاستیسیتی دارن، یعنی نورو یعنی مغز، پلاستیسیتی یعنی فعالیت قابل انعطاف دارن. ما محکوم و تحت تاثیر فعالیت سلول‌های مغزمون هستیم. آنچه که فکر می‌کنیم، رفتار می‌کنیم، حال و روزمون، مودمون، جوری که یاد می‌گیریم، جوری که ریاضیات حل می‌کنیم یا می‌خونیم، تمرکزی که داریم یا نداریم، خوابی که داریم یا نداریم، آنچه که شما از A to Z در کتاب‌های روانشناسی به عنوان یک دیسوردر و بیماری مطالعه می‌کردین و آنچه که در طب قدیم‌تر به عنوان این بود که اگر شما سردرد داری قرص بهت می‌دادن، اگر استراب داری قرص دیگه‌ای می‌دادن، امروز می‌دونیم که اینها فقط یک علائم و سیمتوم و در واقع اشاره هست به ما که همونطور که اگر دندونمون درد میکنه به جای اینکه فقط قرص مسکن بخوریم به دکتر میریم، اکس ری میگیریم و میفهمیم که چه پرابلمی با دندونمون هست، همونطور که اگه دل درد داریم MRI میکنن، سکن میکنن که ببینن چرا ما دل درد داریم، خوشبختانه امروز با علم نورو انتگریشن تراپی ما میتونیم بفهمیم که این سیمکشی سلول های مغز ما در 19 قسمت کجا فعالیت دارن یا کم فعالیت دارن و به همین دلیل علائم احساسی، مشکلات روانی، مشکلات فکری، مشکلات یادگیری، مشکلات خوردن و غیره رو برای ما ایجاد میکنن. در واقع آنچه که ما از لحاظ فکری به عنوان مشکل استراب و دیسوردر یا مشکل سکیزوفرنیا یا مشکل بایپولار دو قطبی یا مشکل ADD و ADHD و همه این اسمها رو میدادیم، امروز دیگه اسمش زیاد مهم نیست. همه ما ADD هستیم، همه ما استراب داریم و همه ما افسرده ایم. موضوع سر اینه که ما چطور ارتباط بین سلول ها رو قوی نگه داریم، فیزیوتراپی رازم، فیزیکال تراپی رو به برین بدیم و با سرویس ما، با ورزش ما، با نور، با امکاناتی که داریم این کار انجام میشه. قبل از این که من در رابطه با این داروها صحبت بکنم، از فرشاد عزیز میخوام خواهش بکنم ما در رابطه با دارو درمانی در کنارش مغز درمانی و رفته رفته به جای دارو درمانی کمک کردن به سلول های مغز برای بازسازی، برای شما میخوام صحبت بکنم. درد دل مهمیه که با همه عزیزانتون امروز در میون بگذارین و دوستای فیسبوکی من برای همه بفرستین.
دلم میخواست ببینین که ما در مرکز مایند تراپی سنتر کودکان، نوجوانان و افرادی رو که روی داروهای شیمیایی مسموم پر از مواد مخدر بودن و واقعاً زامبی و واقعاً نزدیک بود که به منتال هاسپیتال برن رو چطور در عرض 2 تا 3 ماه ما جبران کردیم این بالانس و عدم توازن رو و به نتیجه لازم رسوندیم. عزیزانی که محبت کردن و برای من مسیج و تستمونیال گذاشتن. فرشاد عزیز اگر دوست داری یکی از این تستمونیال ها رو برای ما بذار. And she has no depression. She's off the anxiety medicine totally, and it's fine. No fogginess. Her mind is clear. No obsessive thoughts over and over. And she's been very social. She's even surprised at how social she's been. She surprised herself. So I'm incredibly thankful for everything you've done to help us. And want you to know how much we appreciate it. 5 long years of pain and suffering and worrying. So thanks again and tell Chris. مرسی فرشاد جان. دوستان عزیزم، خانومی که صداشو شنیدین مادر دختری بود که این دختر 19 سالش بود و دیگه انقدر بهش انواع داروهای شیمیایی برای ضد استراب، ضد افسردگی و در نتیجه عوارض جانبی داروهای شدیدی برای خواب و برای بیداری داده بودن، اینها وقتی پلوی من آمدن آپشن بعدیشون این بود که این دختر بستری بشه و ما شروع کردیم نقشه برداری از مغز رو کردیم و شروع به انواع نیورو فیدبک با لایت و موشن و سنسورز و تپینگ و هیپنوتراپی، تمام کاری که من به عنوان نورو اینتگریشن تراپی در این مرکز به صورت ابدایی دور هم گذاشتم و بعد هم تستی دادیم برای ادرار و بزاق دهان چون دختر بود که ببینیم که این دختر چه از لحاظ بیوشیمی، از لحاظ کمیکال های لازم توی هورمون ها چه چیزی کم و زیاد داره، به خاطر اینی که دارو درمانی بدون اینکه اطلاعی داشته باشه از اینکه این نورو ترانسمیتر ها، این انشعابات بسیار مهم بین سلول ها چه کمیت و کیفیتی دارن، دکترها در واقع رندوملی شروع میکنن و بر اساس علائمی که میبینن در طب قدیمتر یک داروی میدادن و اگه این دارو نمیساخت داروی بعدی رو میدادن و و و. یادتون باشه که در 120 سال گذشته در واقع علم روانشناسی این بود که ما به یک نوعی در روان درمانی و مکالمه درمانی کمک بکنیم به افراد که احساساتشون رو بیرون بیارن و بتونن راه زندگی پیدا بکنن و بعد از طریق دارو درمانی مشکلاتشون ماسک بشه و نشون داده نشه. ما کاری که با این دختر جوان کردیم در حدود بین 2 تا 3 ماه، یادم نمیاد دقیق، این دختر کاملا همونطور که مادرش در تستمونیال میگه داروها رو دونه دونه وقتی که میدیدیم مغز خودش با پروداکت های واقعی که از طریق اون تست ادرار و اون تست بزاق دهان در لابراتوارهای غیر شیمیایی براش ساختن، مغز سچوریت میشه و بعد کمک میکنه که با مغز درمانی، با این فیزیکال تراپی فانی که به مغز میدیم، با توجه خاصی که به سلول‌های مغز میدیم، مغز خودش رو دوباره سازی بکنه. اگر جایی دارک هست و اگر جایی کم میاره، ما بهش کمک میکنیم که دوباره اتصال این سلول‌ها به صورت واقعی به وجود بیاد و در نتیجه اون علائم از بین بره. ما در 30 سال گذشته
متاسفانه شاهد این هستیم که هر کسی که از استرابی، از افسردگی، از مشکل خوابی، از درد و از تمرکز حواس و غیره شکایتی داره، بلافاصله به دکتر میره و بلافاصله و 100% شروع دارو درمانی خواهد بود. متاسفم به شما بگم که داروهایی که بر میدارین از SSRI که برای افسردگی، برای استراب، برای OCD و وسواس ها و غیره و تیک ها هستش، تمام اینها در حالی که سروتونین یا هورمون های خوشحالی رو بالا میبره، مثل پروزاک، مثل زولافت، مثل پکسل و بعد داروهایی که برای تمرکز حواس متاسفانه از 2-3 سالگی حتی به بچه ها میدیم، مثل سلکسا، مثل ادرال، مثل لکسوپرو، همه اینها بی نهایت در دنیا فروش بالایی دارن، ولی این داروها در لابراتوارهای شیمیایی با مواد شیمیایی، با سموم، با تاکسیسیتی، با مواد مخدر ترکیب میشن و هر دارویی که شما رو از حالت عادی در بیاره، شما بدونین 100% به یک نوعی روی سلولها، روی بیهسی بین سلولها و مشکلات دیگهی که احساس میکنین اثر میذاره. ما وقتی تلویزیون رو نگاه میکنیم یا وقتی آنلاین یا روی باطل شیشه های این داروها رو میخونین، همه بهش عادت کردیم، مغز دیسنسیتایز و واقعا بی‌اعتنا شده. وقتی که روی تلویزیون میبینیم یک داروی شیمیایی میخواد یک مسئله رو درست بکنه، ولی بعد میگه اگر که نمردین، اگر از خستگی مفرط نیفتادین، اگه مشکل حافظه پیدا نکردین، ممکنه عصبانی بشین، ممکنه خشمگین بشین، اگر ممکنه که بیخواب بشین، اگر قصد خودکشی پیدا بکنین، ولی ممکنه یه مقدارم مشکلات پوستی و سردرد و درد مفصلی و ماهیچه پیدا بکنین و اگر که یه مقداری هم حال تهوع و اسهال و مشکل جهاز هاضمه گرفتین، رفته رفته به این داروی شدید شیمیایی عادت میکنین و در نتیجه استفاده بکنین. ما امروز در مرکز مایند تراپی سنتر به عنوان اولین مرکزی که شما میتونین قبل از اینکه تصمیم به دارو درمانی رو داشته باشین یا ما نیازش رو ببینیم و خودمون به شما بگیم که با همکاری یک دکتری که دارو قراره بده با هم کار میکنیم، اول اجازه بدین دلیل این ایمبالانس و این عدم توازن رو پیدا بکنیم. برخلاف علم در واقع بگم دارو درمانی و نحوهی که روان پزشکی، روانشناسی در گذشته نگاهی بهش میشد، علائمی که ما در مغز خودمون احساس میکنیم، علائم رفتاری که میبینیم و علائم احساسی و فکری و مشکلات یادگیری یا مشکلاتی که میبینیم، تمامش در مغز و از مغز شروع میشه و به همین دلیله که ما با یک نقشه برداری ساده در نیم ساعت از کودک 5 ساله تا فرد 130 ساله ما میتونیم بفهمیم که با این نقشه برداری با کمک نورولوژیستامون و از طریق یک دیتابیس بزرگ و به صورت ابدایی در واقع یک فال قهوه‌ای از مغز شما رو میتونیم به شما بگیم. میتونیم نگاه بکنیم به مقدار استراب و نوع استراب و علت استراب از طریق عدم توازن امواج الکتریکی مغز از آرامش تا موقعی که ما فکر میکنیم و داریم یاد میگیریم. متاسفم بگم که این دارو درمانی هر چقدر هم که سن افراد بالاتره
یا به صورت مرتب دارن استفاده میکنن یا مقدار داروها رو برای افراد مسن‌تر و سینیورز دارن اضافه میکنن. و امروز ما در نقشه برداری از مغز و برین ایمیجینگ میبینیم که این مشکلات متاسفانه در مغز در حال پیر شدن سلول ها و در یک موقعیتی که ما میخوایم کمک بکنیم این سلول ها پیر نشن، متاسفانه مشکلات حرکتی و رفتاری، تیک های مختلف، لرزش دست، پارکینسونز و غیره و مشکلات حافظه و عمر رو احتمالش رو بالا میبره. و نمیدونم با من موافقین یا نه، من بیش از هر که موقع دیگه ای افرادی رو دارم میگیرم که به خاطر ترس از بر نداشتن داروهای شیمیایی مسموم دارای مواد مخدرشون پهلوی ما میان، که ما رفته رفته مغز رو دوباره سازی کنیم، علت واقعی کمبودهای بیوشیمی و ارثی رو اندازه بگیریم و براشون بسازیم و کمک بکنیم که رفته رفته بدون مشکل از این اعتیاد به داروها بیان بیرون. ما بریم آگهی ها رو گوش بکنیم، برگردیم خبرهای مهمی برای این دارو درمانی و به جاش کار مغز درمانی با شما دارم. با ما باشین دوستان عزیز فیسبوکی من، اینا یه کمی کمش کنم. سلام عرض میکنم به بیتا میلانیان عزیز، سوزی خاتمی عزیز، مکسین موشه عزیز، حسام نوزری، رکسان کوهن عزیز. من خیلی خوشحالم که واقعا مثل یک نتورک کوچیک با هم هستیم. منصوره زاده، مرجان کیپور، نسیم جون، دوست دارم اسم تو نسیم جون، سهراب نشوت، تناز اطلسی دختر خاله عزیزم، ربکا، بهیغانیا، مرادزاده، ساناز پورگون و و و این اسم ها همینطور ادامه داره. من چیزی که میخواستم با شما در میون بذارم اینه که چون وقتمون زیاد بعد از اینکه برگردیم نیست و میخوام راجع به داستان دارو و داستان اینی که چرا امروز اینقدر دارن کارخانه های لابراتوارهای شیمیایی دارن جنگ میکنن با ما که ما موفق نشیم همه افراد رو از طریق ادرار و بزاق دهان اندازه‌گیری بکنیم و این هورمون ها رو دوباره سازی بکنیم. ولی قبل از اون میخواستم بهتون یاد بدم این همون دستگاه برین تپینگ معروف منه که همه یکی یه دونه باید تو خونه داشته باشیم، به خاطر اینی که هیپنوتراپی، لایت، موشن، نور، موزیک رو ما یک جا یه اپ درست کردیم، بالای 1000 تا ساجستشن رو میده بهتون و همه افراد خانواده جلوگیری میشه از مقدار استرسشون و از اینکه سلول ها پیر بشه، خسته بشه. و بعد اپ داریم برای خواب، اپ داریم برای لاغری، اپ داریم برای استراب، برای هر چیزی یک سری ساجستشن رو در این دستگاه برین تپینگ گذاشتیم، گرونم نیست و اگه دوست داشتین اوردر بدین. من میخواستم به شما چون ممکنه وقت نکنم روی لاین بهتون بگم که موقعی که ما به مغز نقشه برداری رو انجام میدیم 19 قسمت رو میسنجیم و ما دانش این رو موقعی که من یو اس سی داشتم گرادویت میشدم، موقعی که من کارم رو شروع کردم موضوع سر قلب بود، موضوع سر مغز نبود. و ما دکترایی که شما میبینین که جوان نیستن و بهتون بگم از 30 سال به بالا هستن، اینها هنوز در دانشگاه ها درس داده نمی شد و در رابطه با این همه تکنولوژی ما نمی دونستیم که مغز فرمانده کل قواه و آنچه که ما
احساس میکنیم و رفتار میکنیم بر اساس ارتباط بین این سلول هاست. و امروز نه تنها ما نقش مغز رو روی ارگان ها و روی سیستم ایمنی، روی روده و معده و روی وزن و روی سلامت روان میدونیم، ما محل اونم میدونیم. و خیلی خوبه شما بدونین که اگر علائمی دارین پس در کدوم قسمت مغز که مشکلی هست، که وقتی به ما زنگ میزنین پلوی ما میاین، ما اینو درست میکنیم. کسانی که اختلال در تمرکز، در حواس، در یادگیری، حافظه کوتاه مدت و دراز مدت دارن، کسانی که جلوی پیشانی مشکل دارن، بزرگترین مشکل رو برای تمرکز، حل کردن مشکلات، داشتن عقل و ویزدم در کارها و یک ارتباط لازم بین منطق در قسمت چپ IQ و راست جلوی پیشانی برای اموشنال اینتلیجنس و فهم انتزاعی و فهم احساسی در دنیا. ما لازم داریم که هم احساسات همدیگر رو درک کنیم و هم شعور و IQ و استعداد و جینیس هم باشیم. اگر اینها با هم بخونه، اون شخص بیشتر توازن داره و هر چقدر که بین اینها توازن و تفاهم نباشه، شروع اسم گذاری ما برای اختلال های مختلف افراد هستش. بنابراین دیگه دیسوردر و مشکل روانی واقعا نداریم. رابطه بین نیمکره چپ و نیمکره راست در 19 قسمت به هم اگر بریزه یک اسمی داره. جلوی پیشانی میشه ADD و ADHD، میشه مشکلات حافظه، میشه گرفتاری آلزایمر و میشه یادگیری و داشتن ارتباط عاطفی کامل با افراد. اگر که در دو تمپرال و شقیقه ها باشه، علائم خودشو نشون میده که اگر یک شخصی تراما دیده، ضربه دیده، از لحاظ روحی، روانی، جسمی، جنسی در زندگی، اگر موقع تولد تراما دیده، قبل از تولد در رحم مادر، و یا اگر فورسپس گرفته، اگر اکسیژن بهش نرسیده، تمام تراماها رو ما روی نقشه‌ای که میگیریم، بر اساس رنگی که میگیریم، میفهمیم فرد چقدر تراما در زندگی داشته. و ما تراما رو میتونیم امروز، خبر خوب اینه که هیل بکنیم برین رو، و در واقع در کنار روان درمانی خود مغز رو هم سلولهاشو دوباره سازی کنیم. و اگر بچه هامون یا بزرگا میبینین یادگیریشون مشکل داره، در قسمت پریتال لرنینگ ماست. خیلی جالبه که طرف چپ لرنینگ ما یاد میده به ما ABC و نامبر رو یاد بگیریم، ولی طرف راسته که مفدر که مفهوم خوندن ماست. بنابراین افرادی رو میبینین که نمره ها رو بلدن، ABC رو بلدن، لغت ها رو بلدن، ولی نمیتونن یک کامپریهنشن و فهم خوب و تند در موقع خواندن بکنن، یا نمیتونن جدول ضرب رو حفظ کنن، یا توی دیرکشن گم میشن زود. و بعد پشت سر مرکز حافظه و احساسات ماست. اینجایه که در واقع ما احساسات، حوادث زندگی، تمام خاطرات اینجا ضبط میشه. اینجاست که به فایت و فلایت میرسیم. اگر مشکلات زندگی رو به جای اینکه با جلوی پیشانی حل کنیم، با منطق حل کنیم، مغز به خاطر تراما برگرده و
خرچه بسی که ما داریم برمیگردیم. ماندانای سپهپور عزیز فریده برمیگردیم بیرد. امیدوارم حال همه تون خوب باشه در آدم. مرسی فرشاد. و 2:45 دقیقه دوباره تستمونی هست. اوکی عزیزم، دست درد نکنه. شهری جان I love you. Take control of your life and feel good about yourself with the neuro red light. Get into those clothes that have become too tight and just feel better with the neuro red light. Look great for the holidays. There's a special offer by calling Dr. Nanaz Pernia's office on 310-286-1480. همه دوستان با ما هستیم. امیدوارم که واقعا ترتیب اثر بدیم و اولین آپشن رو نذاریم دارو درمانی. بفرمایید فرشاد. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر و دوستانی که روی فیسبوک با من هستین، دکتر ناناز پیرنیا هستم. در قسمت دوم برنامه ادامه میدم صحبتمو در رابطه با مغز درمانی به جای دارو درمانی یا در کنار دارو درمانی، به خاطر علم جدیدی که امروز ما از مغز داریم. مغز انسان یک کارخانه بسیار پیچیده ولی بسیار هم شکننده هستش و در واقع با استفاده از مواد شیمیایی، داروهایی که حواس ما رو یا توجه ما رو یا ما رو سست میکنه، داروهایی که یه مقداری با تاکسیک سیتی و سم هستش، یه مقداری الکل و مواد مخدر توشه و داروهایی که میتونه به عنوان غذا شکر زیاد، روغنهای اشتباه، آنچه که خوب نیست برای ما اول از همه برای سلولهای مغز ما خوب نیستش. و ما امروز در مرکز مایند تراپی سنتر احترام میذاریم به علائم مشکلاتی که شما دارین از بدو تولد تا فرد 130 ساله. علم عوض شده، طب عوض شده، تمام دکترهایی که در بیمارستانها هستند، دکترهای روانپزشک و روانشناس بیمارستان ها، اغلب فارمسیست ها و داروساز ها خودشون الان به مرکز ما میان و از ما کمک میگیرن و روی پروداکت های سیف بدون کمیکال ما هستن. ولی متاسفانه همین دکترها وقتی به کارشون برمیگردن دارو درمانی رو انتخاب میکنن و به مریض های خودشون خیلی در رابطه با مغز درمانی و نیورو انتگریشن تراپی و این علم جدید پیشگیری و این علم جالب به خاطر تکنولوژی با کسی زیاد صحبت نمی کنن. ولی عیب نداره و ما کارمون هر روز بیش از روز پیش داره جلو میره و امروز با این موضوع کووید و این ویروس ها همه شما فهمیدین که چقدر مهمه که از سیستم ایمنی بدن خودمون و امیدوارم مغز خودمون، چون همه این نوتریشن ها، همه پروداکت هایی که پیشنهاد میشه اول به مغز میره، مغز بهره برداری کاملش رو میکنه و بعد به ارگان ها میفرسته. در نتیجه من یه مقداری میخوام به شما بگم که داروهای شیمیایی سایکو اکتیف، بهش میگیم سایکیاتریک مدیکیشنز، سایکوتروپیک مدیکیشنز، سایکو اکتیف مدیکیشنز، به هر حال تمام داروهایی که برای خواب، استراب، افسردگی و غیره بر میدارین که شما رو از حال عادی خارج میکنه یا اثرات جانبی میده، روی مغز بچه هایی که در حال رشد هستش بی نهایت اثر بدی میذاره و از نظر بیوشیمی و دی ان ای مغزی نه تنها فعالیت سلول ها رو عوض میکنه بلکه شخصیت و کنترل مود اونها رو هم میگیره.
این داروها در کپسول های زیبایی پیچیده شدن، ولی درست مثل اینی که شما یه مقداری مواد مخدر، هروئین، تریاک، کوکائین رو با یه مقداری مواد تاکسیسیتی شده‌ای که به صورت شیمیایی در لابراتوار ساخته میشه به بچه خودتون و به خودتون بدیم. من هیچ مشکلی با دارو درمانی ندارم، به شرط اینکه یک مشکل بسیار شدید موقتی باشه و یا این داروها با تشخیص درست و با علت درست و با دوز درست برای مدت کوتاهی به شما داده بشه. وقتی که ما نگاه میکنیم به داستان دارو درمانی، از 120 سال پیش دارو درمانی درست شد و FDA دارو درمانی رو اپروف کرد برای حدود 3 ماه. یعنی هنوز هم از لحاظ قانونی FDA گفته برای 3 ماه اجازه دارن دکترها این دارو رو به صورت فوری برای یه مشکل حاد به افراد بدن تا علت دلیل این مشکلات رو پیدا بکنن. ولی رفته رفته این داروها به قدری برای دواخونه‌دارها و برای لابراتوارهای شیمیایی پول ساخته که دیگه این قانون FDA پامالی شده و من مشکلم این هستش. من از کوچیک تا بزرگ رو در مرکزم الان دارم از ترس این که داروهاشونو کنار بذارن. متاسفم بهتون بگم در همین ماه من 3 تا خانواده دارم که بچه هاشون، بچه 9 ساله رو روی داروی ابیلیفای، که ابیلیفای از مشتقات مواد مخدریه که به مریض های روانی، به مریض های سکیزوفرنیک دکترها میدن، و این بچه 9 ساله روی ابیلیفای، روی SSRI پروزک و روی امفتامین، ادرال و روی یک داروی دیگه هم هستش و درست مثل یک زامبی این بچه ها رو پدر و مادرها حتی میترسن ازشون، میترسن تو خونه، چاقو ور میدارن، کارهای عجیب و غریب حرکتی میکنن، حمله میکنن، کارهای جنسی عجیب غریب میکنن. اصلا دیگه برین اینا قابل ارتباط و قابل فعالیت نیست و من همه اینا رو دارم نقشه برداری میکنم که رفته رفته از لحاظ بیوشیمی هم چک بشن و در کنار داروها، به داروها دست نمیزنیم اول، ولی هر چقدر که مغز رو پرفعال کنیم و سچوریت کنیم از این نوتریشنای لازم بیوشیمی و بدون کمیکال، رفته رفته بچه رو از این یا بزرگ ها رو از این داروها میگیریم. داروها بعد از 3 ماه عواقب جانبی دارن و من در واقع هیچ کس رو نمیبینم که اینا رو بخوره و نیاد پلوی من و بگه من هنوز افسردم، من هنوز استراب دارم، من هنوز نمیخوابم و من هنوز حالم بده. یادتون باشه خلبانیو که اگه یادتون باشه تصمیم به خودکشی گرفت و 150 تا مسافر رو با خودش به کشتن داد، بعد از اینکه چک کردن دیدن روی چندین نوع از این داروهای ضد افسردگی و داروهای استراب و غیره است که سلولهای مغز رو از حالت عادی خارج میکنن و به این مرد یک حالت جنون داده بودن. یادتونم باشه که وقتی میشنویم بچه ها، تینیجر ها و بزرگترها چاقو ور میدارن، اسلحه ور میدارن، شلیک میکنن و کارهای خطرناک میکنن، 199 شون روی داروهای شیمیایی بودن که سلولهای مغز رو ماهیتشو عوض میکنه. واقعیت دوم اینه که این داروهای مختلفی که روی مغز اثر میگذاره و عوارض جانبی داره، متاسفانه در خیلی از افراد میتونه هم به اعتیاد برسونه و هم تصمیم و احتمال تمایل به خودکشی رو اضافه بکنه. حدود 22 نوع از این داروها
warning sign دارن، اخطار دارن از لحاظ احتمال اینکه افراد مانیک بشن، حالت خشم و خشونت و آزار خودشون و دیگران رو پیدا بکنن. و تازه اینا اونایی هن که خبر دادن، از بقیهی که خبر ندادن به FDA ما اطلاع زیادی نداریم. واقعیت سوم اینه که این در بین سالهای 2004 و 2012 من آمار دارم که بیش از 15,000 شکایت به FDA شد و سو شدن به خاطر اتفاقات و اثرات خطرناک داروها، کشتنها، آزارها و مشکلات دیگهی که افراد باهاش میبینیم که دارن. و من به شما نمیخوام بترسونم شما رو، ولی قرار بوده این داروهای شیمیایی، این داروهایی که میبینین افراد حمله میکنن، میشکنن دواخونه ها رو برای اینکه بتونن این داروها رو، این کمیکال ها رو، این اوپیوت ها رو، این چیزهایی که مشتقات تریاک و هروئین و ایناس رو توی بازار آزاد بفروشن یا خودشون استفاده بکنن. اکسیتوسین میخوان بدزدن، کدئین میخوان بدزدن و اینا رو معمولا بعد از هر عمل جراحی مشت مشت دکترا به مریض ها میدن و بعد بیشتر اینها معمولا این داروها رو دیگه نمیتونن بهش ورش کنن و مغز معتاد میشه و شروع مشکلات روانی، احساسی و بعد بدنی و جسمی ما هستش. ما در مرکز مایند تراپی سنتر به شما توصیه میکنم که اولا به من زنگ بزنین 310-286-1480 و یادتون باشه در کنار دارو درمانی که سومین عامل مرگ در امریکا هست، آمارش امروز مشخصه و هنوز هم در دانشگاه ها به دانشجویان دوره دکترا متاسفانه بیشتر داروها رو یاد میدن و نحوه کنترل سلول های مغز رو از طریق دارو درمانی یاد میدن. امروز طب پیشگیری، فانکشنال مدیسن، پریونتیتیو مدیسن، ویلنس و نیورو انتگریشن تراپی آخرین روش، آخرین واقعا فکر میکنم بزرگترین گیفتیه که به ما داده شده و دکترهایی که راجبش نمیدونن و نمیخوان بخونن من مسئولش نیستم، ولی بهتون تقاضا میکنم قبل از اینکه این بچه های عزیزتون رو حتی از 2 سالگی میبینین روی دارو میذارین، روی داروی برای تمرکز ADD و ADHD ماشاءالله همه رو دارن دایگنوز میکنن و این ادرال بزرگترین فروش بیلیون دلار رو در امریکا و دور دنیا داشته. ما دلم میخواد یه تستمونیال دیگه هم فرشاد جون برای ما بذاره تا قبل از اینکه وقتمون تموم شه، چون فکر میکنم این تستمونیال ها و این شهادت دهایی که افراد میدن بهترین سند و مدرک منه. فرشاد جان تستمونیال دوم هم لطف کن پخش کن. As a parent of my 10-year-old son, when we came to Dr. Pirnia, he was 9 then. He was having difficulty with focusing and he was not engaged in the classroom, was having a hard time keeping time and managing his time well. And we came to Dr. Pirnia for help to find a way to help him focus. And with the mind therapy that she uses here with the biofeedback, and the nutrients, he's come so far in just 1 year. He is focusing well. He scored high in his classroom. He had all A's on his report card this year. We've just seen so much improvement and growth and even social and emotional growth. And we're very happy to have found Dr. Pirnia. اوکی من فقط زود ترجمهش میکنم. این خانومی بود که پسرش فکر میکنم اون موقع 8-9 سالش بود، انقدر بهش داروهای ادرال و کانسرتا و غیره همینطور حدسی میدادن
که این بچه دیگه به کل نمیتونست تمرکز کنه و کارهای عصبی، تیکای عصبی، رفتارهای ناجورش هم شروع شده بود و مشکل هم حل نشده بود و وقتی که این داروها رو میدادن توی مدرسه مثل زامبی میشد ولی آروم میشست و در نتیجه مدیر دستور داده بود که بدون دارو نیاد مدرسه و ما بلافاصله وقتی که شروع کردیم نقشه برداری رو کردیم به صورت ساده و بعد نیورو فیدبک و لایت و موشن، بچه ها میان اینجا فیلم های ایدئال فان نگاه میکنن چون مغز ما فقط با دیدن و خوشحال بودن چیزای خوب هست که دوباره سازی میشه و کانکت میکنه و بعد هم نوتریشن مغز رو از لحاظ بیوشیمی و در واقع معنی واقعی ADHD در مغز اون بچه پیدا کردیم و الان همونطور که شنیدین در سال اول این بچه نه تنها نمره هاش بالا رفت و از لحاظ رفتاری کارش درست بود بلکه شاگرد اول شد در ریاضیات و هنوزم برای مینتننس من این خانواده رو میبینم. من ازتون خواهش میکنم اگرم خانومهای حامله هستین، میبینم که داروهای شیمیایی، الکل، مواد مخدر، وید استفاده میکنین و بهتون بگم که به خصوص الان که ما نقشه برداری از مغز رو از جنین و موقع تولد میتونیم انجام بدیم، میبینیم که نه تنها وزن بچه، اگر به خصوص در 3 ماه آخر حاملگی شما ابیوز کنین این مواد و این داروها رو، وزن بچه پایین میمونه، سلولهای بچه خیلی خوب رشد نمیکنه، بچه احتمال اینکه زودتر به دنیا بیاد رو داره و وقتی هم بچه به دنیا میاد هر چیزی که شما بهش اعتیاد دارین در مغز بچه به صورت ساید افکت اعتیادی میمونه. ما بچه های الکولیک رو میبینیم وقتی به دنیا میان بدون اینکه الکل خورده باشن درست عوارض جانبی الکل رو از لحاظ شخصیت، مود و رفتار دارن و غیره. علم جدیدی که من به شما معرفی میکنم برای مغز درمانی در کنار دارو درمانی یا به جای رفته رفته دارو درمانی، در واقع از این که شما لیبلی رو برای خودتون بذارین و بخواین اول دکتر برین رو میگیره. ما امروز بچه هایی رو داریم که علائم آتیزم رو دارن و با شروع کردن سریع رسیدگی به سلول های مغز این بچه ها و شناخت این که چه جور نوتریشنایی کم دارن، ما بچه ها رو رفته رفته از روی این که روی این سپکتروم برن میتونیم در بیاریم. در واقع ما چه بچه هستیم و چه بزرگ، اگر روی دارو هستین سر خود داروها رو قطع نکنین، بذارین اول ما نگاه بکنیم که چه مسئله دارین و بعد رفته رفته در کنار مغز درمانی و نوتریشن های لازم ما به شما میرسیم. ما تماممون مشکلاتی داریم و هیچ کسی بدش نمیاد که با دارو حال و روزش رو مست کنه یا بیحال بشه یا فکر نکنه، ولی افکار ما، احساسات ما و رفتار ما در واقع منبع شخصیت و وجود ماست. اجازه ندین که هیچ ماده‌ای، هیچ محلولی و هیچ پودری شخصیت شما و وجود شما رو از حال عادی خارج بکنه تا به شما کمک بکنه. علم جدید دیگه این رو لازم نداره. ممنونم. شماره من 310-286-1480 هست و من بار دیگه از حوصله شما تشکر میکنم و تا برنامه آینده روز و روزگار شما خوش. فرشاد جان دست درد نکنه. تشکر، خیلی ممنون. مرسی عزیزم. دوستان عزیز، امیدوارم که و من اگه هر سوالی دارین چه بتونین برام ایمیل بفرستین، چه تکست کنین، چه به ما زنگ بزنین. 310-286-1480. مواظب خودتون، روز و روزگارتون خوش.